درود بر شما همراهان خوب مردم خبر، بخش خبری 9 صبح 9 مرداد خوش اومدید. و اعتراض هزاران مادر آمریکایی به پنجمین فیلم پرفروش سال. فرش قرمز داستان اسباب بازی 4 خرداد امسال برگزار شد و 10 روز بعد هم اکرانش آغاز شد در سینماهای کل جهان. این فیلم با بودجه 200 میلیون دلاری ساخته شده بود و تا الان هم 868 میلیون دلار در سراسر جهان فروش رفته. خب به عنوان پنجمین فیلم پرفروش سال هم برگزیده شده. اما در یک صحنه از این انیمیشن صاحب جدید وودی نقش اول انیمیشن جلوی در کودکستان برای اولین روز مهد توسط پدر مادرش بدرقه میشه. در پشت این صحنه دو زن توسط یک دختر بدرقه میشن، یعنی که دو زن یک دختر دیگری رو بدرقه میکنن. این صحنه بعد از تموم شدن ساعت مهد مجددا در پایان این انیمیشن تکرار میشه و توجه بسیار از مادران رو به خودش جلب میکنه. بعد از اکران توی استوری 4 مؤسسه 1 میلیون مادر کمپینی رو برای تحریم این انیمیشن به راه میندازند و خواستار جلوگیری از پخش این انیمیشن و تحریمش میشن. 1 میلیون مادر وبسایتیه که توسط انجمن خانواده آمریکا با این هدف راه اندازی شده که مادران رو برای توقف بهره برداری از کودکان توسط رسانه‌ها بسیج میکنه. در این وبسایت از فعالین اجتماعی خواسته میشه که به کمپانی‌های رسانه ایمیل میدن که تبلیغات محصولات سینمایی و برنامه‌های تلویزیونیشون توهین‌آمیز و زننده است و یا این کمپانی‌ها رو تحریم میکنن. به این ترتیب میشه که مادران آمریکایی برای محافظت از کودکانشون در برابر محتواهای آسیبزا تو این کمپین شرکت میکنند. خب به این ترتیب یک توضیح اجمالی بود به خاطر این انیمیشن توی استوری 4 که خبرساز شده بود در فضای مجازی. خب بریم سراغ خبر بعدیمون. صاحب خانه خوب، خب خیلی وقته که در فضای مجازی راه افتاده و خب خیلی ها اومدن صاحب خانه های خوبشون رو معرفی کردن که میزان رهن و اجاره های معقولانه ای رو به مستاجرها پیشنهاد میدادن. اما الان یک آگهی خیلی جالب براتون آوردم که قطعا هم خب شنیدین همتون که میگن صاحب خانه خوب نعمته. اینجوریش هم که نعمته، بچه بیا رو تخفیف بگیر. یه آگهی خیلی جالبی هستش براتون آوردم. دقیقا توضیح ریزش این زیره که بله، ملک رو کاملا مشخصاتش رو نوشته، میزان ودیعه و اجارش رو هم نوشته، حتی گفته که رهن کاملش هم مبلغش انقدر نوشته. اما این نکته خیلی جالبی رو ذکر کرده، برای استفاده مسکونی به ازای هر فرزند 10% تخفیف میده. ببینم، یعنی اگه الان 10 تا فرزند داشته باشه یعنی 100% تخفیفه، پس یعنی رایگان میخواد بره زندگی کنه. خیلی جالبه، ایده خیلی جالبی رو گذاشته این صاحب خونه، پیرو همون هشتگ صاحب خانه خوب، به ازای هر فرزند 10% تخفیف اعلام کرده. به این ترتیب هم ذوق خودش رو از فرزند آوری بیشتر عنوان کرده در فضای مجازی. خب اینا به نوبه خودش خیلی جالبه. اما بریم ببینیم ماجرای حساب بانکی هایی که اجاره داده میشن چیه؟ ما ایرانی ها تقریبا 8 برابر همه دنیا حساب بانکی داریم. هر کدوم ما معمولا یه دسته از این کارت ها داریم. یه علتش اینه که سر و ته نداره. مثلا میخوایم از این پول بگیریم، میگه که من فقط به این بانک پول میریزم. میخوایم از اون پول بگیریم، همین حرف رو میزنه. و هی مجبوریم بریم هی حساب باز کنیم، کارت بگیریم که بتونیم امور روزمرهمون انجام بدیم. یه دسته دیگه هستن که حساب بانکی هاشون رو اجاره میدن. یه دم هستن حساب بانکی اجاره میکنن، یعنی ملت میرن حساب بانکی باز میکنن، آقا میاد ماهی ایکس تومن میده به این بنده خدا، بعد هر کار چه میدونم شارلاتانی میخواد بکنه تو حساب اینا انجام میده. اینا میگن باشه، ما اینقدر به ما بده، هر کاری دوست داری با حساب ما بکن تا زمانی که گندش در بیاد و یه بلای سرشون بیاد. و یه گروهی هم هستن با این حسابای بانکی هر داستانی رو که بگی میخوان رقم بزنن. اداره مالیات گفته آقا ما رفتیم و یه تعدادی حساب رو بررسی کردیم،
از تراکنش های عجیب و غریبش تونستیم 14000 میلیارد مالیات بگیریم. یعنی اینکه طرف نه نام داره، نه نشان داره، نه معلومه کجا داره کار میکنه. یه تعدادی حساب بانکی خودش و عمه و خاله و اینا هم هست و یه تعداد هم اجاره میکنه. اون تو خلاصه معلوم نیست داره چه اتفاقی میفته. پایش بسیار خب. و ویدیو خبر پایانیمون، اموال سرقتی یک خبرنگار در سایت دیوار مشاهده میشه و باعث دستگیری باند سارقی میشه. با توجه به تماس تلفنی جناب خبرنگار مبنی بر وقوع یک سرقت داخل خودرو از خودروشون در محدوده سکندری سوم، پس از اینکه وسیله خودش رو تو دیوار مشاهده میکنه تماس میگیرم، به ما ابلاغ شد سریعا با معاون دادستان تماس تلفنی، عقد تلفن ورود به مخفیگاه اعلام شد، صورت نامحسوس در موقعیت حاضر شدیم، مال شناسایی شد، متهم دستگیر شد، اموال مقادیر زیادی از متهم کشف کردیم. بله، عرض بزرگته که هفته پیش شنبه گذشته مقابل درب سازمان صدا و سیما خودروی من مورد سرقت قرار گرفته و یک ساک ورزشگاه و متعلقات ورزشی بود. آقای دزد اون رو به شیوه خیلی خیلی ماهرانه به سرقت بردن و ما خب پیگیری کردیم، نشی نداشت تا اینکه یک هفته بعد جمعه که گذشت دیدیم که اموال مسروقه ما در سایت دیوار برای فروش گذاشته شده و ما هم پیگیری کردیم و با همکاری دوستان پلیس خیلی زود سارق دستگیر شد. بله، دستگیر شد و فهمیدن که باند خیلی بزرگی هست و تحقیقات روی همچنان ادامه داره و اموال مسروقه بسیار زیادی هست. الان سارقشون دستگیر. بسیار خوب. حالا سایت دیوار علاوه بر اینکه حالا یه سری خرید و فروش های اینترنتی انجام میشه و حالا بعضا یه سری مسائل مشکلاتی هم حالا ام از کلاهبرداری ها و اینا داشته که توی خبرها هم دیدیم، حالا یه مزیت هم داشته دیگه، باعث دستگیری این باند سارقین شده. سپاس از همراهی شما خوبان با این بخش خبری. با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.